بریم سراغ، من فکر کنم این حامده. HMD مایکروفون تو آنمیوت کن اگه میتونی. سلام، صدای من میاد؟ بله صدات میاد. آرمین ممنون، خیلی لطف میکنین با این جلسات و اینا. واقعا برای ما جامعه آتئیست مخصوصا تو ایران خیلی لطف میکنین که این جلسات رو میذارین. مرسی. سوال من اینه که چطور به پدر و مادرمون بگیم که آتئیست هستیم و کلن چطور این موضوع باشون بیان کنیم بدون اینکه حس کنن بهشون حمله شد. دوست دارم آتئیست هایی که بعد منم میان از تجربه خودشون بگیم. خب این بستگی داره که شما کجا هستین، پدر مادرتون چجوری هستن و هدفتون از گفتن این چیه. بستگی به این چیزهای مختلف، خیلی چیزهای مختلف، جوابای مختلف وجود داره بر اساس شرایط مختلف. مثلا پدر مادرتون لیبرالن یا نیستن، دیندارن، آیا دیندارین که اختلاف نظر رو قبول میکنن نمیکنن، آیا تو جامعه هستین که مثلا اگه به پدر مادرتون بگین ریسک ممکنه برای شما باشه، هدفتون چیه، آیا یه ذره ریسک برای شما وجود داره ولی ریسکش کمه ولی خیلی مفید نخواهد بود شاید برای، آیا اذیت میشین که پدر مادرتون ندونن، اذیت نمیشین که پدر مادرتون ندونن، براتون مهمه براتون مهم نیست، آیا هدفتون اینه که بگین که نظر خودشون عوض بکنین یا که نه فقط میخواین که اینا شما رو نظرشون عوض بشه نشه مهم نیست، فقط براتون مهمه که پدر مادرتون اونجوری که شما هستین قبولتون بکنن. بستگی به همه این چیزا داره. خب من خودم مثلا هدفم اینه که باشون رو راست باشم دیگه، اون خود واقعی منو بدونن دیگه. تو پنهانکاری باشون نباشه. خب این چرا مهمه برات؟ نمیگم نباید باشه ها، فقط میخوام بدونم چرا مهمه این. خب خیلی سخته، حالا خودت قبلا بودی دیگه، خیلی سخته این که دوست داری اونا تو رو بشناسن، دوست داری خود واقعی تو بشناسن. و این که من خودم خب همیشه خب مجبورم هر موقع بحث دین و اینا میشه یا صحبتی نکنم یا خودمو بزنم به او را که آره من هم مثلا این اعتقاداتو دارم. و خودشون دین دارن؟ خیلی دین. آره. خیلی مذهبی هن؟ اما آره، اما اونجور نیست که واقعا تعصبی باشن و اتفاقی بیفته اگه بهشون بگی. اما خب میخوام آره. من این ممکنه پیشنهاد خوبی نراشه برای که به شرایط بستگی داره. من ممکنه به جایی که کاملا بیام بگم که من بی خدا هستم، برای که اگه شک بکنم که ممکنه مثلا واکنش خوبی نداشته باشن، اول سوال میکنم. خب سوال میکنم آروم آروم، میگم مثلا به پدرم ممکنه بگم من اگه مثلا یه موقع به این عقایدم شک بکنم، شما مثلا تو فکر میکنی مثلا این بده خوبه؟ آیا من هنوز مثل پسرت قبول میکنی اگه مثلا من شک بکنم؟ آیا تو کسی هستی که مثلا من بتونم درباره شکم باش صحبت بکنم یا اینکه اذیت میشی؟ چون من میخوام یعنی میخوام مثلا ببینم که به چی اعتقاد دارم چی اعتقاد ندارم. به نظر اصلا شک چیز خوبیه؟ یعنی سوال که آیا پدر من تو منو قبول خواهی کرد به عنوان پسرت اگه من شک داشته باشم، و یا تو پدری هستی که من بتونم بیام شکمو باهاش صحبت بکنم؟ یعنی به جای اینکه اول بیام بگم که من قبول ندارم، سوال کنم. اتفاقا این سوال ممکنه باعث بشه که یک نفر خودش رو تو آینه نگاه کنه، خب بیاد بگه که آره من باید پدری باشم که پسرم قبول میکنم حتی اگه شک بکنه. می‌نازم چه؟ یعنی به غرور، از غرور پدر خوب بودن استفاده بکنی با این سوال که قبل از اینکه اصلا بگی بیاد به خودش بگه آره من پدری هستم که شک پسرم رو قبول خواهم کرد. نظرت چیه؟ به نظر خوبه کار میکنه بکنه؟ چرا ایده خوبیه به نظرم. بیشتر هم میتونم پیش بینی کنم که چه ریاکشنی دارن. آره. بعدم اگه بگی که تجربت چجوریه؟ من قبل از اینکه بی خدا بودم، اگه دوست داری بگی. باشه. من قبل از اینکه بی خدا بودم خیلی دیندار بودم. من پدر مادرم خیلی لیبرال بودن، خیلی یعنی فقط به اسم مسلمان بودن. خب و من چون خیلی اصلا مذهبی شدم، اینا رو خیلی اذیت میکردم تو خونه. من پدر مادرم رو نماز نمیخوندن، پدرم خب بعد مثلا کارهای دیگه که میکردن، مثلا
هیچ وقت مثلا روزه نمی گرفتن، مسجد و اینجور چیزا هم که فقط موقعی می رفتن که یه نفر داره عرسی می کنه، یه نفر مرده. بالاخره هیچ، به نظرم از من خیلی نگرانشون بودم. من فکر کردم قرار من برم بهش، اینا جفتشون میرن تو جهنم. با خودم همیشه فکر کردم من تو بهش چجوری میتونم زندگی کنم وقتی که پدر مادرم دارم جفتشون تو جهنم دارن میسوزن. برای همین خیلی سعی کردم که جفتشون رو یه کاری کنم که جفتشون بیشتر یعنی نماز بخونن، روزه بگیرن، این چیزا. اعصابشون رو جفتشون رو خرد کردم. تا یک سال من رفته بودم اینا رو اصلا از من فهم کردم تو خونهشون یه بسیجی داشتن. خب کلی هم مسخره میکردن، ریش هم گذاشته بودم و میگفتم برادر بسیجی ها، اینا یه مسخره میکردن. من که بی خدا شدم اومدم گفتم که من بی خدا شدم، اینا گفتم خدا رو شکر که از دست من باشد. اولش کلی راحت احساس راحتی کردم به خاطر اینکه از من دیگه فکر کردن دیگه خب پس خوب شد دیگه، این دیگه از لحاظ دیگه پلیس بسیجی توی خونه دیگه نداریم، اینکه بی خدا شد. ولی بعد از این مدتی دیگه چیز شدن، نگران شدن، برای اینکه دیدن که من حالا که همونجور که خیلی مذهبی بودم نمیتونستم ساکت باشم درباره مذهبی بودنم، بی خدا هم که شدم نمیتونستم ساکت باشم درباره اون. تو ایرانم بودم، بعد دیدن که هر جور میرم دارم درباره این حرف میزنن، بعد فکر کردن این خود چند همینجوری ادامه پیدا بکنه چیز دیگه نمونده که بیان دستگیرش کنن اعدامش کنن یه چه اتفاقی میفته. برای همین از اینکه اعصابش اول نگرانی اولش این بود که من همش دارم اعصابشون رو خرد میکنم، بعد که دیگه بیخود شدم اولش خیالشون راحت شد، ولی بعد از این مدتی دیدن که نه این خطرناکتره. برای اینکه درباره اینم دارم کلی صحبت میکنم این برام، مثلا توی دانشگاه تهران هم دیگه شروع کرده بودم از معلمای دینی و اینا همش سوالای خیلی یعنی خیلی سوالای بدی میکردم که توی این نباید، من البته خیلی احمقانه بود این کارم اون موقع، من باید بیشتر حواسم، ریسک خیلی بی خودی میکردم. ولی خب بعد که دیگه تصمیم گرفتم برم کانادا دیگه خودشون جفتشون گفتن که آره پاشو برو تو اینجا بمونی میکشنت. تجربه من تجربه پدر آره. ممنون، من برم که اگه کسی خواست بیاد بیاد. ممنون که کمک کردی. نه خواهش.